به یکایک شما دوستان خوب و گل عزیزم در سر تا سر کره آبی و خاکی زیبای زمین مهرزاد هستم. دوستان عزیزم، نازنین ها، با یک کار دیگه و یه اثر دیگه از مجموعه فرازمینی ها دقایقی در خدمتتون هستم. اگر موافق باشید با هم به اتفاق مطابق همیشه بپردازیم به موضوع بسیار جالب و قطعاً کاملاً عجیب امروز. نادر، مشاوره و فروش تجهیزات ویدیویی، استریمینگ، اندروید باکس و انتقال تصویر بی سیم با بیش از 30 سال سابقه. دوستان، تصاویر خیره کنندهی که دارید میبینید به تاریخ ششم ژوئن سال 2022 که برابر میشه با دوشنبه 16 خرداد ماه سال 1401 خورشیدی در دنور کلرادو در ایالات متحده آمریکا ضبط شده. گروهی از مردم دنور همگیشون به ناگهان جمعی از یو اف او ها رو در کنار هم برای نخستین بار میبینند. در اصطلاح یوفولوژی به این نوع از رویت پدیده های فرازمینی رویت های دست جمعی میگند. مدت زمانی که این اشیاء پرنده ناشناس در کنار هم در آسمون دیده میشن چیزی در حدود 2 دقیقه است. این اجسام نورانی در کنار هم با همدیگه یک سازه بزرگ رو تشکیل میدند که سطح شهر دنور رو پوشونده بودند. ارتفاع تجمع اونها به قدری پایین بود که در این ویدیو به وضوح کاملا مشخصه که یک هواپیمای عادی مسافربری درست از بالای اونها عبور میکنه. بعد از دقایقی این اشیا شروع به از هم جدا شدن می کنند و هر کدوم به جهتی پراکنده می شند، انگار که هر کدوم مأموریتی دارند و دنبال مأموریت خاص خودشون دارند می رند. شاید تنها یک پیام خاص و ویژه در دل این ویدیو برای ما انسان‌ها نهفته باشه، اونم اینه که چگونه پروتکل‌های امنیتی در کشوری مانند ایالات متحده آمریکا در برابر این نوع از پدیده‌ها آسیب پذیر هستند و از اون عجیب‌تر شاید اینه که چطور هیچ گونه گزارشی در بین این همه آژانس امنیتی ایالات متحده آمریکا درباره این رویداد داده نمیشه، چون همونطور که بهتر از من میتونید سازمان هوایی ایالات متحده آمریکا موظفه از تمام عبور و مرورهای هوایی در این کشور مطلع باشه و اونها رو در کنترل خودش داشته باشه. این یو اف او ها در این روز خاص با تجمع خودشون در یک نقطه برای اهالی شهر دنور خاطره زیبا و بدی رو پدید آوردن. واقعا که زیبا و شگفت انگیزه، موافقید؟ اما دوستان، درست در شب 13 ژوئن سال 2022 که برابر میشه با یک شنبه 26 خرداد ماه سال 1401 خورشیدی، یک بار دیگه تعداد زیاد از اشیاء پرنده ناشناس در آسمون روسیه این بار ظاهر شدند. این واقعه شگفت انگیز در شهر سامارا، شهری در جنوب غربی روسیه اتفاق افتاده. هنگامی که چند شهروند فدراسیون روسیه در داخل خیابون مشغول قدم زدن و تفریح بودند، ناگهان یکی از اونها متوجه این اشیاء پرنده ناشناس میشه. به گفته شاهدان، اونا موفق شدن بیش از 40 شیء بسیار درخشان رو در این اجتماع یو اف او ها بشمارن.
باز هم بنا به گفته شاهدان، با وجود اینکه تعداد اونها شاید در حدود 40 یو اف او بود، اما هیچ گونه سر و صدایی نداشتند. دومین شاهد از این واقعه در نقطه دیگر از همین شهر تونست از این اشیاء مرموز پرنده تصویر برداری کنه. این شاهد خوششانس تونست این ویدیوی خاص و عجیب رو از این اشیاء ناشناس پرنده توسط موبایل خودش ثبت کنه. اما دوستان، این تنها باری نبوده که این تجمع یو اف او ها در کشور فدراسیون روسیه دیده میشه. در شب 19 آگوست سال 2017، تنها با فاصله 400 کیلومتری از شهر سامارا، یک بار دیگه تجمعی از یو اف او ها دیده میشه. یک مرد جوان از دسته یا ناوگانی از اشیاء پرنده ناشناس موفق میشه تصویر برداری کنه. شهری که این جوان در اونجا این تصاویر رو ثبت کرده، شهری به نام ساراتوف. ولی اما یک موضوع بسیار جالب پس از ثبت این ویدیو در شهر ساراتوف اتفاق میفته. میدونید اون اتفاق چه چیزیه؟ درست چند روز بعد مدیر آژانس فضایی فدراسیون روسیه در اظهاراتی تاریخی گفت: شهروندان روسیه، از این به بعد به آسمون بیشتر نگاه کنین تا شاید متوجه وجود اشیاء پرنده ناشناس بشید. باورتون میشه؟ مدیر آژانس فضایی روسیه گفته که شهروندان بیشتر به آسمون نگاه کنن، چرا که ممکنه از این به بعد یو اف او ها رو بیشتر در آسمون روسیه ببینند. دوستان، این اتفاق زیبا و شگفت انگیزی که دارید میبینید در کشور ایالات متحده آمریکا روی داده. همینطور که میدونید این پدیده رو ما به نام چراغ‌های آسمان میشناسیم. اینها همون چراغ‌هایی هستند که دقیقاً مشابه اونو چند وقت پیش در کشور ژاپن هم دیدیم. به نظر من اینها به هیچ وجه نمیتونه ساخته دست انسان‌ها باشه، چرا که همینطور که دارید مشاهده میکنید همواره این نورها از پس ابرها دیده شدند، نه در زیر ابرها بلکه بالای ابرها این نورها تابیده شده. و باز هم دلیل دیگه‌ای که شاید ثابت میکنه این نورها کار ما انسان‌ها نیست، معمولاً در جاهای دیده شده که شهرهایی کم جمعیت بوده. در شب 14 ماه مه سال 2022 در شهر یوکوهاما در کشور ژاپن، در طول شب چندین و چند نفر موفق شدند حرکات این نورها رو که با سرعتی غیر قابل محاسبه در حرکت بودن رو ثبت کنند. حتی نیروی پلیس هم گزارش‌هایی رو در این مورد از اون مناطق شهری دریافت کرده. این نورها در نواحی مختلف دیده می‌شدند و همین امر منجر به تولید تصاویر بسیار متنوع و زیبایی شد. روز بعد در 15 ماه مه سال 2022 در شهر توکیو هم یه بار دیگه همون نورها این بار از آسمون عبور کردند. مسئولین کشور ژاپن هر چقدر درباره این نورها تحقیق کردند به پاسخی نرسیدند. تنها پاسخی که مسئولین کشور ژاپن موفق شدند در ارتباط با این نورها پیدا کنند این بوده که این نورها در یک محدوده 8 کیلومتری دیده شدند. هیچ وسیله‌ای وجود نداره که این نور رو در آسمون بتونه پخش کنه، بنابراین این فرضیه کاملا منتفیه که این نورها ساخته دست ما انسان هاست. این نشانه ها بارها و بارها هر بار در آسمان یک کشور ظاهر میشن و ناپدید میشن. چیزی که مشخصه اینه که این نورها میخوان به ما انسان ها یک پیامی رو منتقل کنن. تا نظر و داوری تو دوست عزیزم در این باره و این زمینه چه چیزی باشه؟ اما دوستان، درباره این پدیده تا به امروز یکی دو بار با شما صحبت کردم. امروزم
یه بار دیگه میخوام در رابطه با این استوانه‌ای که در نزدیکی ایستگاه بین‌المللی دیده شده و همچنین بارها و بارها تصاویرش روی زمین دیده شده با شما دوستان عزیزم صحبت کنم. این استوانه در آخرین مأموریت شاتل فضایی دیسکاوری، مأموریتی با نام STS-133 در 11 مارس سال 2011 این تصاویر گرفته شده. 11 سال پیش دوربین های روی شاتل فضایی در دو زمان مختلف این سازه بزرگ و غول‌آسا رو در فاصله ای از نزدیک موفق شدن تصویر برداری کنند. به تصویر اول دقت کنید. میتونیم بازوی روباتیک و بخشی از بدنه شاتل فضایی رو ببینیم که در انتهای تصویر بین زمین و شاتل فضایی مأموریت این ساختار بزرگ استوانه‌ای قرار گرفته. وقتی تصویر رو کمی بزرگتر میکنیم میتونیم همون جسمی که در نزدیکی ایستگاه فضایی هست رو اینجا هم ببینیم. دومین تصویر از شاتل فضایی در مارس سال 2011 یکی از بهترین و واضح‌ترین عکس‌هایی که از این شی استوانه‌ای شکل شناور در نزدیکی شاتل و زمین تصویر برداری شده. تصویری زیبا که به وضوح حضور یک شی با منشأ احتمالاً فرازمینی رو نشون میده. همینجور که داریم میبینیم 11 سال پیش این شی خودش رو در فضا به ما نشون داده و در حال نزدیک شدن به شاتل فضایی ماست. این شی در حال حاضر در مدار قرار گرفته و ما شاهد اون هستیم که این شی استوانه‌ای در فضا و در نزدیکی ایستگاه فضایی بین‌المللی همچنان به حضور مرموزش در اونجا داره ادامه میده. 13 ژوئن سال 2022 زمانی که آزمایشگاه فضایی در منطقه اقیانوس هند داشت پرواز میکرد تصویری از این شی استوانه‌ای ثبت شد. یک عکس که به صورت پانوراما به صورت زنده در کانال ناسا گذاشته شده، خورشید در انتهای سمت چپ تصویر دیده میشه و در وسط بازوی روباتیک و لوله سوختگیری و همچنین شیء استوانه‌ای که از این زاویه در فاصله نزدیک به ایستگاه بین‌المللی میتونیم اون رو ببینیم. در 10 ژوئن سال 2022 زمانی که ایستگاه بین‌المللی فضایی بر فراز کشور کامرون در آفریقا بود تصویر این شی باز هم یک بار دیگه ثبت شد که در همون نقطه و بسیار نزدیک به ایستگاه بین‌المللی قرار گرفته بود. 9 ژوئن سال 2022 دوباره این شی مرموز بار دیگه ظاهر میشه. این بار توسط افرادی که در حال دیدن پخش زنده تصاویر ناسا بودند از صفحه تلویزیون تصویر برداری میشه. ولی باید به یه چیزی دقت کنیم و اون اینکه این شی در نزدیکی ایستگاه بین‌المللی کاملا بی حرکته و بخشی از اون توسط پنل‌های خورشیدی کاملا پوشیده شده. وقتی تصویر رو کمی بزرگتر می‌کنیم و به جلو میاریم کاملا به وضوح دیده میشه این جسم در چند متری ایستگاه بین‌المللی قرار گرفته و ظاهرا یک انعکاس از ایستگاه بین‌المللی نیست. به هیچ وجه معلوم نیست این شی چه کاری رو میخواد انجام بده. چرا در نزدیکی ایستگاه بین‌المللی بارها و بارها تا به امروز دیده شده؟ چرا ناسا و باقی سازمان‌های دولتی ایالات متحده آمریکا کاملا خفه خون گرفتن؟
همینطور که میدونید حضور این شی در نزدیکی ایستگاه بین‌المللی میتونه یک جنجال خبری بسیار بزرگ باشه، چرا که این شی میتونه خطرات بیشماری رو برای انسانهایی که در داخل ایستگاه بین‌المللی هستند به راحتی میتونه رقم بزنه. این شی هنوز تا به امروز همینجا وایساده. مدیر آژانس تحقیقاتی به نام روکوک موک ایشون گفت که هم آژانس تحقیقاتی که تحت مدیریت ایشونه و هم آکادمی معتبر علوم روسیه تحقیقات بسیار دقیق و جدی و در ارتباط با پدیده بشقاب پرنده ها انجام دادند. اونها احتمالاً وجود اشیاء پرنده ناشناخته رو کاملاً میپذیرند و قبول دارند. مدیر کل آژانس تحقیقاتی دوستان داره میگه که در مورد بشقاب پرنده هایی که ناسا در مورد اونها صحبت میکنه میتونم بگم که این نوع تحقیقات حتی در آکادمی علوم ما نیز انجام شده و هنوز هم داره تا به امروز انجام میشه. اطلاعاتی کاملا واقعی رو جمع‌آوری میکنیم و بعد مورد بررسی قرار میدیم. ما قبول داریم که این نوع از پدیده ها وجود دارند. ما وجود اونها رو نمی خواهیم انکار کنیم. در مصاحبه‌ای که در شب 11 ژوئن سال 2022 از تلویزیون پخش شد، ایشون تایید کرد که حدود 6 دهه، چیزی در حدود نزدیک 60 ساله که گزارش هایی از UFO ها به دستشون میرسه. ایشون اعتراف کرد که ناسا هم مانند بقیه قبول داره که انسان ها توسط هوش خارجی یا همون فرازمینی ها رصد میشن. خلبانان اتحاد جماهیر شوروی با چیزی واقعی مواجه شده بودند که وقتی نخستین بار از پرواز آزمایشی برگشتند، مداد و کاغذ می‌خواستند تا چیزی رو که دیده بودند نقاشی کنند. اونها مات و مبهوت این پدیده شده بودند. ایشون میگه که من این مسئله رو در ناسا نیز مطرح کردم و بعضی از اونها هم با من موافق بودند که هدف مشاهده نیروهای فرازمینی هستیم. این اظهارات تاریخی از همه خبرگزاری های اون کشور، حتی خبرگزاری دولت روسیه پخش شد. اظهارات یک مقام بلندپایه دولتی و حضورش در یک کانال دولتی کشور فدراسیون روسیه خبر کوچیک و بی‌ارزشی نیست. دوستان، اینجور صحبت ها که در خبرگزاری های رسمی کشور فدراسیون روسیه ثبت شده میتونه لحظه حساس در باز شدن پرونده های مخفی اتحاد جماهیر شوروی و فدراسیون روسیه فعلی باشه. از این طریق شاید ما بتونیم به بعضی از تحقیقات اتحاد جماهیر شوروی و نیز فدراسیون روسیه ما مردمان عادی هم دسترسی پیدا کنیم. دوستان، این تصاویر بسیار مهم و شگفت‌انگیز در تاریخ 6 ژوئن سال 2022 که برابر میشه با دوشنبه 16 خرداد ماه سال 1401 خورشیدی در کشور اندونزی در منطقه معروفی به نام پونورونگو توسط یک عکاس حرفه‌ای ثبت شده. ایشون مشغول عکاسی از مناظر زیبای شهر پونورونگو بوده که در همون حال وقتی سر خودش رو میچرخونه یک جسم بسیار مرموز رو در چند متری خودش روی درختا بی حرکت میبینه. این عکاس میگه که این جسم ناشناخته پرنده به نظر من یک نوع فناوری کاملا ناشناخته رو داشت استفاده میکرد. این منطقه از کشور اندونزی منطقه تقریبا صعب العبوریه. بعید میدونم
انسانی بخواد به این منطقه بیاد و یک پهباد رو بخواد پرواز بده. وقتی که تصاویر ایشون رو کمی ما بزرگتر میکنیم، به وضوح تصویر یک بشقاب پرنده رو میتونیم ببینیم. دوستان، این تصاویری که دیدیم در یک منطقه صعب العبور و خالی از سکنه تصویر برداری شده، اما حالا تصاویر دیگه یا به شما دوستان عزیزم نشون میدم که این تصاویر در روز روشن و بالای سر مردم این اشیاء مرموز پرنده حضور پیدا کردند. این اتفاق در منطقه هاوا در کشور اندونزی رخ داده. این شیء مرموز در چند متری بالای سر مردم در زیر ابرها متوقف شده. وقتی تصویر رو کمی زوم میکنیم، میتونیم یک جسم دیسکی شکل رو از پایین به بالا ببینیم که نورهایی در قسمت پایینش نیز دیده میشه. توی این ویدیو حتی دو نفر رو میبینیم که اونجا متوقف میشن و اونها هم اون شی رو تو آسمون میبینن. حالا ما میتونیم این شی رو کمی واضح‌تر و از نزدیک ببینیم. تمامی این تصاویر حضور اشیاء ناشناس پرنده رو به ما دارن اطلاع میدن. گویا کم کم دارن به ما انسانها نزدیک و نزدیکتر میشن و دیگه دارن خودشون رو آشکارا به ما نشون میدن. تا نظر و داوری تو دوست عزیزم در این باره چه چیزی باشه؟ دوستان، خواهش میکنم به این تصاویر دقت کنید، ببینید چه اتفاقی میافته. دیدید؟ این ویدیو در تاریخ 8 اکتبر سال 2016 که برابر میشه با شنبه 17 مهر ماه سال 1395 خورشیدی در کشور کانادا ضبط شده. بنا به گفته یک نماینده پارلمان کانادا، این ویدیو برای تجزیه و تحلیل تصاویرش به دفتر رسمی ایشون رسیده. در این ویدیو میتونیم به وضوح وجود یکی از این به اصطلاح UAP ها یا بشقاب پرنده ها رو ببینیم. از قسمت پایینی اون یک جسم کروی کوچکی به بیرون پرتاب میشه. در ویدیوی اصلی و با سرعت عادی این لحظه به سختی قابل دیدنه، چرا که با سرعتی عجیب این اتفاق میفته. جسم با سرعت شگفت‌انگیزی حرکت میکنه. فقط با کم کردن سرعت ویدیو و بزرگ کردن تصاویر ما میتونیم ببینیم که چه اتفاقی داره میفته. شاید این از نخستین تصاویریه که در اون یک بشقاب پرنده چیزی رو به بیرون پرتاب میکنه. این نماینده در یک مصاحبه‌ای که با یک شبکه تلویزیونی انجام داده میگه که من به عنوان نماینده پارلمان کشور کانادا خیلی تمایل دارم که کشور من یعنی کانادا هم یه برنامه تحقیقاتی مثل برنامه صلح سفید وایت پیس ایالات متحده آمریکا داشته باشه. این نماینده میگه که چیزی که من میخوام اینه که بتونیم به موازات کشور ایالات متحده آمریکا ما هم چنین برنامه‌های تحقیقاتی رو داشته باشیم. این برنامه کمک میکنه که اطلاعاتی در خصوص این موارد رو به طور مشترک جمع‌آوری کنیم. اگه ما به موازات کشور ایالات متحده آمریکا این کار رو بکنیم، این کار به ما کمک میکنه که تأثیرات اونها رو با یکدیگه مشاهده کنیم، اطلاعات بیشتری رو در اختیار داشته باشیم. همچنین من میدونم که بسیاری از بشقاب پرنده ها در داخل و اطراف تأسیسات هسته‌ای ما ظاهر میشن. به جز این، اونها در سراسر کشور زیبای کانادا نیز دیده شدند. دوستان، با این چیزی که من براتون امروز گزارش کردم،
متوجه شدیم که گویا کشور کانادا هم کم کم داره حیات هوشمند فرازمینی رو میپذیره. تا نظر و رأی و داوری تو دوست عزیزم در این باره چه چیزی باشه؟ با یک دنیا سپاس و قدردانی از زحمات بانوی نازنین سرکار بانو استاد نوشین. دوستان، تمامی مدارک اسپانیولی که در این قسمت مشاهده کردید زحمت ترجمه این مدارک بر عهده این بانوی نازنین بود. قطعا و حتما بدون کمک و یاری استاد نوشین نازنین ساخت این قسمت به تنهایی برای من هرگز امکان پذیر نبود. دوستدار یکایک شما، خدمتگزار همیشگی شما، مهرزاد. نادر، مشاوره و فروش تجهیزات ویدیویی، استریمینگ، اندروید باکس و انتقال تصویر بی‌سیم با بیش از 30 سال سابقه. Astral Citizens is home to unbiased and rare UFO news. Like and share this video and comment below. Click the thanks button below this video to show support. If you want to see more, make sure to follow us. Join the free UFO social network at and become a true citizen of the stars.